دست به ساختار این نمیزنم، میام از مقدار ایکی بیام استفاده کنم. دارم میام جنگ کوری برو پیدا و پاک کردم اینو، حالا چجوری پاک نشد. میام اینجا برمیگردم میگم که جنگ کوری یه کلاسی در واقع کلاسی داریم به نام سیکشن ایکیوش، برمیگردم میگم یه مقدار به من بده، فرض کن میگم صفرم، و برمیگردم میگم css، و برمیگردم میگم که حالا فرض کن مثلا بک‌گراند کالر باشه، بک‌گراند کالر، و بیا اینا رو بکن رنگ مثلا اورنج ده اونجا رو درست بنویسم، و alt f رو میزنیم، این کلیک کنم ببینم چی میشه. خب بکنم اورنج رو اشتباه نوشتم، اورنج بکنم ای هم بخواد ولش کن همون یه دونه پی یا در واقع گیریم بنویسیم که حالا خودمون راحت کنیم. خب این اومد چیکار کرد؟ همون من داشتم اشتباه می‌نوشتم مدلش، این اومد چیکار کرد؟ برگشتم بهش گفتم EQ یعنی در واقع بیاد مساوی قرار بگیره. اینجا دارم میگم jQuery برو سیکشن، حالا اینجا من در واقع سیکشن زیاد دارم دیگه، سیکشن در واقع اگه من این رو نمیذاشتم، این EQ رو نمیذاشتم، ببینید چه اتفاقی میفته، بزنم هر ستاش انتخاب میشه. اگر بخوام بیام مقدار رو بخونم، یا اینجا باید بیام برگردم بگم مثلا NTHChild، مثلا NTHChild، یا مثلا بیا اودش رو من انتخاب بکنم، صفر بده، یک بده، دو بده. خب این خوب نیست، کاری که من بعدا میخوام بکنم این خوب نیست برای مثلا ساخت تب یا مثلا آکاردون. میام یه چیز استفاده میکنم به نام EQ، چون اینو میخواد داینامیک هم بشه، اینجاست که به دردم میخواد. برمیگردم میگم که EQ مقدار صفرومه، در واقع اینجا دارم میگم چی؟ میگم برو سکشن ها رو پیدا بکن، صفرومیش رو، صفروم منظور هم اولیش رو بیا همچین مقداری رو بهش بده. میام اینجا میبینید مقدار صفروم یا همون اولش رو اومد این مقدار رو داد. میام هم مقدار یکم چی میشه؟ دومیش انتخاب میشه. میگم بیا مقدار دوم کدوم انتخاب میشه؟ سومیش انتخاب میشه. پس با دستور در واقع EQ ما میتونیم پیمایش بکنیم بین مواردی که شبیه هم دیگه. اینجا ممکنه مثلا من یه اسلایدر داشته باشم همشون کلاساشون شبیه هم دیگه است دیگه، اینجا کنار هم دیگه قرار گرفتن. خب من میخوام با همین EQ در واقع اینجا یه دونه جلو عقب داشته باشم، جلو که بزنم بره در واقع به این اضافه بشه، عقب که بزنم از این کم بشه. یکی از راهایی که میشه اسلایدر رو ساخت، این در واقع EQ رو میتونیم از این در واقع برای اونجا بیایم ازش استفاده بکنیم. خب اینم راه استفاده کردن از EQ بود، اینا رو تو ذهنتون بسپارید. ما کار زیاد با اینها میتونیم داشته باشیم و اینا رو اگر تو خود ذهنتون خوب نگهشون دارید و بتونید ازش استفاده بکنید خیلی پرکاربرد هستن. خب بریم فیلم بعدی.